بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان گرامی و عزیز، سلام و رحمت و برکات الله متعال بر یکایک شما بزرگواران. با برنامه حقیقت بندگی در خدمت شما بزرگواران هستیم، درسی از مجموعه درس‌های شرح اصول ثلاثه و در خدمت یکی از اساتید بزرگوار استاد شیخ هیثم سرحان، مدرس علوم اسلامی در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در شهر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. و در همین ابتدای برنامه خدمت ایشون خیر مقدم عرض میکنم و دومین درس از شرح اصول ثلاثه رو در خدمت ایشون خواهیم بود با همراهی شما بینندگان عزیز و گرامی. نرحب بكم شیخ فی استودیو و نبدا باذن الله تعالی الدرس الثانی لشرح الاصول الثلاثه. الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا نراجع ما أخذنا في الدرس الماضي ثم نبدأ بإذن الله تعالى بالدرس الجديد. بعد از اینکه خطبه حاجت رو که از سنت نبوی ثابت هست خوندند و اشاره داشتم به اینکه انشاءالله چکیده و مختصری از درس نخست رو تکرار خواهیم کرد و میپردازیم بعدش به درس دوم از شرح اصول ثلاثه. في الدرس الماضي اخذنا بفضل الله ومنه المدخل لدراسه هذا المتن. در قسمت گذشته مدخل و ورودی بحث به بررسی این مجموعه درس ها رو داشتیم که تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و گرامی شد. وذكرنا في هذا المدخل اسئله خمسه. و در این مبحث، یعنی در همون قسمت، پنج مسئله رو مطرح کردیم. لماذا ندرس التوحید؟ اول اینکه چرا به بررسی و مطالعه توحید میپردازیم. و لماذا ندرس هذا المتن المبارک؟ و چرا این متن مبارک، یعنی کتاب اصول ثلاثه رو انتخاب کردیم. و ما هی الاصول الثلاثه باختصار هی اسئله القبر. و اصول ثلاثه یا اصول سگانه چیزی که به اختصار گفته میشه همون سه سوالی است که در قبر از هر کسی میپرسند. و ما هي الثمره من دراستنا لهذا المتن الاجابه عن اسئله القبر. و مسئله چهارم این که ثمرات و نتایج بررسی این اصول که همون سوالات قبر هست نتایجش چیه. و فهرست او محتوى هذا المتن المبارك. و بخش پایانی اون فهرست و ردیف مطالبی هست که در این رابطه بهش میپردازیم. يحتوى هذا المتن على المسائل الاربع. این متن شامل مسائل چهارگانه هست و المسائل الثلاث و همچنین مسائل سگانه. و لماذا ندرس التوحید و چرا به بررسی توحید میپردازیم. و شرح الاصول الثلاثه و مسئله چهارم شرح اصول سگانه هست. ثم الخاتمه و سپس بخش پایانی که جمع‌بندی همه این مطالب هست. هذا ما اخذنا في الدرس الماضي. این مجموعه مطالب و چکیده‌ای و مختصری از مطالبی بود که در قسمت اول برنامه حقیقت بندگی تقدیم حضور شما بزرگوار. هذا الدرس باذن الله تعالى في المسائل الاربع. و این درس و این بخش و این قسمت از برنامه حقیقت بندگی درباره مسائل چهارگانه خواهد بود. هذه المسائل الاربع هي مجموعه في سوره العصر. این مسائل چهارگانه به صورت جمع بندی شده در سوره مبارکه عصر بیان شده. نعم. المسائل الاربع، المساله الاولى العلم، لابد ان نتعلم اولا قبل ان نعمل. اولین مسئله از مسائل چهارگانه علم هست که قبل از هر اقدام و عملی قرار داره و همون علم هست که بیان شد. فاذا تعلمنا لابد ان نعمل بهذا الذي تعلمنا. وقتی که مطلبی رو یاد گرفتیم و آموزش دیدیم، گام دوم بعد از فراگیری این هست که به آنچه که آموخته ایم عمل بکنیم. لأن العلم ينادي العمل. برای این که این علم هست که مقتضای اون عمل هست و گویا عمل رو صدا میزنه، یعنی باید به این علم عمل بشه. فإن جاء العمل ووافق العلم بقي العلم وإلا ذهب نسأل الله عليه السلام. اگر علم و عمل با هم باشه و علم رو عمل همراهی بکنه علم میمونه، وگرنه اگر علم عمل علم رو همراهی نکنه همون علم هم میره و ماندگار نخواهد بود. و بعد ان نعمل لابد ان ندعو الى هذا الذي تعلمناه وعملنا به. و بعد از این که آموختیم و عمل کردیم چاره‌ای جز این نیست و این یک وظیفه است که باید به آنچه که آموختیم و عمل کردیم دعوت بدیم و فرا بخوانیم. و لابد ان نصبر. و در این راستا مرحله چهارم که همراه با اینها هست باید صبر پیشه کنیم، پایداری بورزیم. نصبر على ماذا؟
بر چه چیزی صبر بکنیم؟ نصبر اولا على طلب العلم، اول بر طلب علم و فراگیری دانش. ثم نصبر على العمل بهذا العلم، سپس صبر میکنیم و پایداری میورزیم بر عملی که نسبت به این علم داریم. ثم نصبر على الدعوه الى الله، و مرحله و مسئله سوم دعوت بود که بر این دعوت به علم و عمل صبر میکنیم. فاذا صنعنا هذه المسائل الاربع في الدنيا باذن الله نجيب عن اسئله القبر، وقتی که این چهار روی کرد رو در پیش گرفتیم، علم، عمل، دعوت و صبر، به اذن و توفیق الله متعال در قبر به سوالات سگانه پاسخ خواهیم داد. یقسم العلماء رحمهم الله تعالی الصبر الى ثلاثه اقسام، علما رحمهم الله صبر رو به سه نوع تقسیم کردند. صبر على طاعه الله حتى تؤدى كالصبر على الصلاه والصيام والحج، صبر و پایداری بر عبادت الله متعال از جمله نماز، زکات، روزه، حج و سایر عبادت ها. ثم صبر عن معصيه الله حتى تجتنب، سپس صبر در برابر معاصی و نافرمانی های الله متعال که در فارسی همون خیشتنداری میشه، که انسان مرتکب آنچه که الله منع کرده نشه. اجتناب الشرک، اجتناب از شرک، الاکبر والاصغر، چه شرک اکبر باشه و چه شرک اصغر باشه، والمعاصي والبدع، و همچنین اجتناب و پرهیز از گناهان و بدعت ها. كل ما حرم الله، هر آنچه که الله متعال حرام کرده ازش اجتناب و دوری میکنه. ثم القسم الثالث من الصبر، الصبر على اقدار الله ما يقدر الله سبحانه وتعالى على العبد من مرض او فقر. و سومین نوع از انواع صبر، صبر بر تقدیری است که الله متعال مقدر فرموده و مصائبی که بر انسان میاد که انواع مختلفی داره، فقر باشه، گرسنگی باشه و سایر مصیبت ها. ما هو الدليل على المسائل الاربع، و اما اینک میپردازیم به دلایل مرتبط با مسائل چهارگانه علم، عمل، دعوت و صبر بر اینها. الدلیل سوره العصر، دلیل سوره مبارکه عصر هست که حاوی هر چهار مسئله هست. الله سبحانه وتعالى اقسم بالعصر، ولله سبحانه وتعالى ان يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لنا ان نقسم الا بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر واشرك. الله متعال در این سوره به عصر و به زمانه و روزگار قسم یاد کرده و این حق الله تعالی است و برای اوست که به هر آنچه که بخواهد سوگند یاد کند، اما برای ما این اجازه نیست که به چیزی غیر از الله سوگند یاد بکنیم، که هر کس به چیزی یا کسی غیر از الله سوگند یاد کند مرتکب شرک شده. نعم، کل انسان هو خاسر، واستثنى من الخاسرين الذين اتوا بهذه المسائل الاربع، و همه انسان ها در زیان و خساره هستند و البته کسانی از این خسران و زیان مستثنا شدند و اونها همون کسانی هستند که این چهار مسئله رو رعایت میکنند: علم و عمل و دعوت و صبر. لا يوجد احد على وجه الارض يريد الخساره، هیچ کی در روی زمین نیست که بخواد یا بپذیره و خواهان این باشه که دچار زیان و خسران بشه. و لهذا قامت الحجه على الخلق بهذه السوره على ما ذكر الامام الشافعي رحمه الله تعالى. اینجاست که همان گونه که امام شافعی رحمه الله فرمودند، با این سوره و مطالب و مسائل چهارگانه که درش هست بر خلق الله تعالی اتمام حجت شده. نعم، ايضا الله سبحانه وتعالى امر بالعلم قبل العمل. اینجاست که الله متعال قبل از عمل به علم و فراگیری دانش دستور داده. فعلم انه لا اله الا الله، بد اولا ان نعلم ان لا اله الا الله ثم بعد هذا ياتي العمل. همونطوری که الله متعال میفرماد فعلم انه لا اله الا الله، و علم رو مقدم کرد که بدان که هیچ معبود بر حقی جز الله نیست، و بعد از این علم و آگاهی و دانش هست که عمل به مقتضای این علم میاد. نعم، لان الذي يعمل بلا علم فيه شبه بالنصارى، برای اینکه کسی که عمل داره و علم نداره شبیه نصاراست و رویکردش و وضعیتش مانند اینها خواهد بود. والذي يتعلم ولا يعمل فيه شبه باليهود، و کسی که علم داره و کس میکنه اما به آنچه که آموخته عمل نمیکنه به یهودیان شباهت داره. اذن اخذنا في هذا الدرس المسائل الاربع، وهي در این درس و در این قسمت از برنامه حقیقت بندگی مسائل چهارگانه رو آموختیم، که این مسائل چهارگانه عبارتند از العلم،
ال ثم العمل سپس عمل ثم الدعوه سپس و سومین مورد از مسائل چهارگانه دعوت هست و الصبر على هذه الامور الثلاثه و مسئله چهارم صبر و شکیبایی بر این امور سگانه اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه از الله متعال میخوایم که ما رو از جمله اون کسانی قرار بده که سخن رو میشنوند و بعد از بهترینش پیروی میکنند بینندگان عزیز و گرامی ممنون و سپاسگزارم که با ما همراه بودید و دومین درس از شرح اصول ثلاثه رو به اتفاق هم از زبان استاد شیخ هیثم سرحان مدرس علوم اسلامی در مسجد النبی مدینه شنیدیم امیدوارم که مورد توجه یکایک که شما بزرگواران قرار گرفته باشه و ضمن تشکر از جناب استاد با یکایک که شما بینندگان عزیز و گرامی خداحافظی میکنیم الله حافظ و نگهدارتون